به نام خدا، سلام بر شما. به برنامه نگرش خوش آمدید. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم تجلیل از پایان انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای ناتو به نیروهای افغان گفت که از امروز به بعد نیروهای امنیتی افغان از ناموس و تمامیت ارضی افغانستان به صورت مستقلانه دفاع خواهند کرد و افزود نیروهای افغان به پشتیبانی جامعه جهانی نیاز دارد. وی به کشورهای منطقه گفت افغانستان را کسی نمی‌تواند غرق کند، یا یک جا به طرف ثبات می رویم یا با هم غرق می شویم. سلام، من مصطفی فیضی هستم. در برنامه نگرش مهمان من در استودیو آقای محمد ناطقی، کارشناس سیاسی است و قرار است تا لحظات بعد آقایان هر یک غلام فاروق مجرو عضو مجلس نمایندگان و محمد داوود اساس عضو سنا یا مجلس سنا به بحث با ما اشتراک کنند. آقای ناطقی سلام بر شما. سلام، به برنامه ما خوش آمدید. آقای ناطقی، تحلیل شما از سخنان امروز آقای رئیس جمهور غنی چی است؟ سلام خدمت بینندگان عزیز. ما امروز البته در اون جلسه شرکت داشتیم و مناسبت جلسه امروز همون مسئله مهمی بود که مسئله انتقال نیروهای مسئولیت های امنیتی است. چون شما در جریان هستین که دو تا مراسم در واقع گرفته شده، یکی از طرف ناتو و ایساف گرفته شد چند روز پیش به خاطر همین پایان ماموریت نیروهای بین المللی و فاز تازه یا فصل تازه در مسئولیت ها و ماموریت های جامعه جهانی در افغانستان. و امروز هم حکومت افغانستان، حکومت وحدت ملی در واقع مراسم گرفتن به مناسبت همین مسئله و آغاز سال جدید هم هست، سال 2015. همونطور که شما اشاره کردین، در این نشست رئیس جمهور صحبت کرد و به نظر من 4 تا 5 تا مسئله اساسی در صحبت های ایشان مطرح شد. بفرمایید. که 3-4 مسئله از او برمیگرده به مسائل داخلی و 1-2 مورد هم برمیگرده به مسائل منطقه و کشورهای منطقه که شما اونجا اشاره کردین، و یکی هم برمیگرده به مسائل بین المللی و جامعه جهانی. در ارتباط با مسائل داخلی ایشان مخاطب مردم رو قرار دادن و گفتن که مردم افغانستان در این پیکار و در این مبارزه و به اصطلاح سالهای بسیار سخت رو مردم افغانستان پشت سر گذاشتن و دشواره های بسیار زیادی بودن، بله، در مبارزه با مسئله اینا. و مسئله دوم هم مسئله نیروهای امنیتی بود که به آنها گفته شدن که بالاخره شما بعد از این تاریخ مسئولیت های بسیار سنگینی به دوش شما گذاشته شده، حفظ وطن، ناموس وطن و بالاخره تمامیت ارضی استقلال و همه به اصطلاح کل مسائل وطن در حقیقت الان به دوش شماست و این مسئولیت سنگینی است که الان به دوش شما گذاشته شده و این شما هستین که به تنهایی بالاخره مأموریت و مسئولیت دارین که از ناموس وطن، از سرزمین و از خاک و از کشورتان دفاع بکنید. اینا نکته هایی بودن که روی از این مسئله تاکید داشتن. و مسائل دیگری هم که ایشان اشاره کردن به مسائل منطقه بود و در واقع همون سیاست های امنیتی منطقه‌ای هستند و در اونجا گفته شد که افغانستان در یک موقعیت و در یک شرایطی هست که هیچ کسی نمیتونه این سرزمین را غرق کنه یا از بین ببره یا نابود بکنه. بنابراین سرنوشت افغانستان به لحاظ متعدد، یعنی در جهت های و در ابعاد مختلف گره خورده به سرنوشت کشورهای منطقه. در اینجا منافع مشترک وجود داره، اهداف مشترک وجود داره، بنابراین باید روی این منافع مشترک همه باید کار بکنه و در کل جامعه جهانی در زمان مسئله چهارمش هم مسئله جامعه جهانی بود که افغان بود. آره،
مسئله جامعه جهانی بود که بخشش مربوط میشد برای اینکه خب از اونها تشکر کردن از جامعه جهانی و از نقش جامعه جهانی قدردانی کردن. بله باز هم به این نکته اشاره شد که بالاخره علارغم دستاوردهایی که ما داریم اینا، باز هم مردم افغانستان نیروهای امنیتی بی نیاز از کمک های جامعه جهانی نیست. بله. و باز هم تاکید شد برای اینکه جامعه جهانی همچنان در کنار مردم افغانستان قرار داره. بعد از سال 2014 این سه چهار تا مسئله ای که بود در سخنرانی ایشان مطرح شده. بینیده های عزیز وقفه داریم، پس از وقفه آقای مجروح نیز در بحث با ما اشتراک کنید. با ادامه برنامه نگرش خوش آمدید. آقای مجروح به برنامه ما خوش آمدید. تشکر. آقای مجروح، امروز رسما تمام مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان سپرده شد و این پروسه تکمیل شد. خب بالای خود نفس پروسه انتقال بیایم، از نظر شما این نفس پروسه انتقال تا چه اندازه موفقانه بود؟ به نام خداوند بزرگ و بعد سلام خدمت شما همکاران محترمتان، جناب ناطقی صاحب و همچنان بینندگان عزیز. ابتدا من معذرت میخوام از همه شما و همکاران محترمتان و بیننده ها که لحظات دیر به برنامه رسیدم. من امروز بسیار افتخار میکنم که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دفاع مستقلانه از حریم افغانستان شروع کردند و مجلسی که امروز ترتیب داده شده بود، هر کدام از مسئولین و رهبران سکتورهای امنیتی وقت صحبت میکردند، صحبت هایی بود که برای هر انسان وجد آفرین بود و غرور میبخشید. آنچه که به پروسه انتقال مربوط میشه، هرچند خب هر روزی که پروسه انتقال صورت میگرفت باید صورت میگرفت و چیزی بود که باید میامد و میشد و خوب شد که در چنین روزی انجام شد. هرچند بعضی از دوستان و کارشناسان نظامی در قسمت پروسه انتقال نظرات متفاوت خود دارند و بعضی ایر قبل از وقت میدانند و بعضی ها ایر به موقع میدانند. آنچه که برای ما مهم هست است که این پروسه انتقال شد و این پروسه به خیر افغانستان هست، هرچند که به باور ما هم قبل از وقت بود، به این معنا که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هنوز او تجهیز و تسلیحی که باید جهان به وعده خود وفادار میماند و نیروهای ما را از هم از بخش سلاح‌های سنگین، از بخش هواپیماهای جنگی، از بخش رادار، کشف، استخبارات، از اون چیزهایی که واقعا در جنگ مهم است و اعصاب اردو را تشکیل میده، اونا رو باید تکمیل میکردن که تکمیل نکردن. پس شما اشاره میکنین که پس از امروز نیروهای امنیتی افغانستان با مشکلات زیاد نسبت به گذشته مواجه خواهد شد، با توجه بر این مسئله که پس از امروز نیروهای امنیتی افغان به صورت مستقلانه عملیات ها و در کل امنیت افغانستان را تامین میکنن؟ در شک نیست که مشکلات و چالش ها فراروی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هست، اما بعضی مزایای هم داره. بدین معنا که باور ما است که از امروز همکاری مردم به مراتب از گذشته با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بیشتر خواهد شد برای دفاع مستقلانه. یک مردمایی که به خاطر حضور نیروهای خارجی در افغانستان به نوعی سلاح به دوش گرفته بودند و در واقع جذب شده بودند برای حلقات دشمن، اونها دیگه بهانه برای ادامه جنگ بوده از اونها باقی نمیمانه. البته شمار اونها اندک هستند. خب خیلی اندک هم نیستن، حتی مقابل محاسبه هستند در صفوف جنگ. باورم ایست که امروز افغانستان و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خود اتکا شدن، امروز مسئولیت بیشتر احساس میکنن، امروز مردم در قبال نیروهای امنیتی و دفاعی که فرزندان خودشان هستند مسئولیت بیشتر احساس میکنن و میدونند که همین ها هستند که باید تامین امنیتشان درست با عهده بگیرند. پس مردم افغانستان امروز در واقع یک روز تاریخی را پشت سر گذاشتند، یک روز پرمسئولیت را، به این که باید به هر نحوی که شده از مسئولین امنیتی خود، از نیروهای امنیتی خود، از حافظین جان و مال و ناموس خود باید حمایت بکنند و اونا را همکاری بکنند. آیا این حمایت قبل از این وجود نداشت؟ همکاری و حمایت وجود داشت، اما در برخی از نقاط متاسفانه که نه. در ما اگر در همه نقاط افغانستان همکاری به شکل درست و مستمری وجود می داشت، حضور دشمن در قرا و قصبات کمتر می بود. این می دانیم که دشمن از حضور نیروهای خارجی در افغانستان استفاده بهینه کرده بود،
اونها به نوعی بعضی از علما و بعضی از کسایی که در ولسوالی ها و در دره ها و در قریه ها بودند، اونا را مجذوب خود ساخته بودند و اونا را به سربازگیری شروع کرده بودند و از اونا همکاری میخواستند و بهانه حضور نیروهای خارجی در افغانستان. اما امروز دیگر او بهانه برای او دکتا وجود نداره. اما قای مجروع یک چیز دیگر باید متوجه باشیم که خارجیان یا نیروهای خارج از افغانستان به صورت کل خارج نمیشه، این تنها مسئولیت امنیتی در کل به نیروهای افغانستان سپرده شد. خب شکی نیست که تعدادی از نیروهای خارجی هم از ISAF هم از آمریکایی ها در افغانستان باقی میمونن، اما مهم این است که نقش از اینا چیست در حضورشان در افغانستان. نقش از اینا نقش حمایتی است، نقش مشوره دهی است، نقش حضور جنگی دیگه ندارن. دیگه مثلا سرباز خارجی دروازه خانه افغان در قلباب نخواهد کرد، دیگه تیاره خارجی خانه افغان بمباردمان نخواهد کرد، دیگه در عملیات های رو در رو خارجی ها حضور نخواهند داشت. این مسئله بسیار مهم هست. بیشتر حرفایی که در رابطه با حضور نیروهای خارجی گفته میشد در گذشته حضور جنگی نیروهای خارجی در افغانستان بود، اما امروز دیگه حضور جنگی و رزمی در افغانستان ندارند، فقط صرف در سطح مشوره دهی و حمایت میکنن نیروهای امنیتی افغانستان. تشکر آقای مجرو و آقای ناطقی. قسمی که همه در جریان است، ماموریت جدید ناتو مشورتی، حمایتی و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان است و دیگر نقش جنگی نخواهد داشت. چقدر باور دارید که این مسئولیت که امروز نیروهای امنیتی افغانستان بر عهده گرفتن به صورت صحیح و درستش به پیش ببرن؟ ببینید سوال مهمی کردین و حقیقت مسئله همی است که الان در این فصل جدید و در فاز تازه‌ای که الان شروع شدن، در ابعاد امنیتی ما چی چالش هایی داریم و همونطور چی مزیت های اصولا وجود داره فصل جدید. طبیعتا هم دشواری های ما داریم و هم مزیت های. در ارتباط با دشواری ها برمیگرده به مسائل جنگ در گذشته، نیروهای افغانستان با نیروهای بین المللی دوشادوش هم مسئولیت جنگی رو پیش مبردن و الان تمامی این مسئولیت ها منتقل شده به نیروهای افغانستان. خب طبیعتا نیروهای افغانستان به لحاظ تجهیزات و به لحاظ امکانات جنگی و ابزار جنگی در مقایسه با نیروهای بین المللی هیچی هستن، ندارن چیزی در اختیار. از این نقطه نظر این سوال مطرح است که این مسئولیت بزرگ امنیتی وقتی به دوش نیروهای افغانستان گذاشته شدن، آیا اینها میتونه با این سوال است، این پرسش است، اینها میتونه با این ابزار و امکانات که در اختیارشان هست مسئله مبارزه با تروریسم را به درستی به پیش ببره یا نه؟ این سوال هستن. منتها امروز هم در صحبت‌های رئیس جمهور به این مسئله اشاره شد که حالا گذشته از مسائلی که خب مردم افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان بالاخره این تعهد و این مسئولیت را داره که از ناموس وطن و از عزت و از استقلال و تمامیت ارضی افغانستان حمایت بکنه، که خود همین پتانسیل های خیلی مهم ملی هستند. یعنی مردم در واقع پشتوانه بسیار بزرگی برای نیروهای امنیتی باید باشه و حتی اونجا تاکید شد که بعد از این بالاخره یک رابطه نزدیک بین مردم و بین نهادهای مدنی و نهادهای سیاسی و شخصیت‌های سیاسی جوامع افغانستان با نیروهای امنیتی باید ایجاد شود. آخه اینا دیدن شود، اینا باید تماس بگیرند. این به این معناست که مردم در واقع باید این خلای را که الان نیروهای بین المللی از افغانستان رفته، یگانه نیرویی که یگانه عامل و مؤلفه‌ای که میتونه این خلا را پر بکنه، رابطه تنگاتنگ مردم با نیروهای امنیتی است و حمایت مردم از نیروهای امنیتی است و یک مسئله مثبت هم میتونه باشه. اون حمایت هایی که مردم قبلا میکرد یا حالا قرار است که کنند در گذشته وجود نداشت؟ چرا در گذشته هم وجود داشت؟ پس حالا چگونه حمایت میکنند؟ در این مسئله در مرحله جدید و در فاز جدید باید با یک مکانیزم تازه مسئله سازماندهی شود. در گذشته شاید مردم اینطوری احساس میکردن که خب الان در اینجا 48 کشور آمدن اعضای ناتو هستن، می جنگه که می جنگیدن اونها و ارتش افغانستان هم هست، نیروهای افغانستان هم هست، می جنگه. الان خب این مردم افغانستان می دونه که اونا رفتن،
بنابراین الان یک فاز تازه است، یعنی یک فصل تازه، یک فصل نو آغاز شده. بنابراین همکاری های مردم باید به صورت مضاعف و با یک مکانیزم های تازه و با یک بالاخره برنامه های جدید باید با نیروهای امنیتی باشه. این مکانیزم و برنامه فکر میکنید چه است؟ و اگر چنانچه یک چنین همکاری، یعنی این همکاری رو ما داشته باشیم، به صورت قد ما مطمئن هستیم که هیچ گونه اشکال هم پیش نمیه، با توجه به همون مسئله ای که چون مردم الان به صورت خیلی به خاطر دفاع از سرزمینشان، به خاطر انگیزه های ملی و عشق و حب وطن و محبتی که عشقی که به وطن دارن، الان بچه های مردم است که میرن در جبهه ها می جنگن. اینا باید در مسئله تشویق بکنه فرزندانشان را که برن در پایگاه ها و مراکز نظامی و امنیتی، در اونجا ثبت نام بکنه و بالاخره سرباز شوه، سرباز این وطن شوه. و مردم هم باید از نیروهای امنیتی خود حمایت بکنه و که کردن، تا هنوز هم کردن، ولی بعد از این مسئولیت ها، همونطور که مسئولیت های نیروهای امنیتی سنگین است، شک نداشته باشیم که مسئولیت های مردم به مراتب سنگین تر از نیروهای امنیتی است. نیروهای امنیتی خوشبختانه بسیار خوب عمل کردن و مردم هم، همین مردم افغانستان و نهادهای مدنی و گروه‌های سیاسی و همه اقشار اجتماعی امروز در صحبت‌های مقامات امنیتی بود که تشکر می‌کرد. مردم افغانستان نسبت همین، اگر نسبت به هر چیز انتقاد و اعتراض داشتن، ولی نسبت به نیروهای امنیتی یک نگاه خیلی مثبت در گذشته هم بود و این نگاه مثبت در آینده هم هست. رابطه مردم و نیروهای امنیتی بسیار بسیار مهمه. در کنار از این مسئله عرض کردم که عوامل و مؤلفه های دیگری هم هستند که ممد حمایت از نیروهای امنیتی ما هستن. جامعه جهانی ما رو تنها نگذاشتن. اونا 13,000 نیرو دارن، اونا آموزش و اونها نقش مشوره دهی داره و اونها نقش تجهیز داره. و خوشبختانه هم اوضاع منطقه هم به گونه ای هستن که بالاخره در جهت حمایت از نیروهای افغانستان، حمایت از افغانستان و حکومت افغانستان دیده میشه. این اوضاع به همین سمت است. آقای ناطقی، در یک شرایطی ما خوبی قرار گرفتیم، شرایطی بدی نیست که نیروهای به اصطلاح چی مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغانستان منتقل میشه. شما از تشویق فرزندان یاد کردید، فکر نمیکنید این تشویق فرزندان زمان صورت میگیرد که پالیسی یا سیاست حکومت افغانستان در قبال مخالفین افغانستان بالاخره مشخص شود؟ تا اونوز ما شما تعریف مشخص از مخالف خود نداریم. رئیس جمهور غنی میگن مخالف سیاسی است، در حالی که دیگر از مقامات حکومت وحدت ملی میگن که این مخالف چیز است. بسیار سوال خوبی کردیم. ببینید، یک تعریف باید اینجا یک خطکشی شود بین هم کسان مخالفین. مخالفین ما با چی، یعنی باید یک تعریف مشخصی باید از اونها داشته باشیم. به صورت مشخص من نظر شخصی من اینه که حکومت وحدت ملی دقیقاً از این تاریخ به بعد و از این لحظه به بعد باید دشمنان مردم افغانستان را بالاخره به مردم افغانستان معرفی بکنه و به مردم بگه کسانی که حریم ملی افغانستان را برایش حرمت قائل نیست و به این حریم ملی تجاوز میکنه و تعرض میکنه، اونا دشمنان مردم افغانستان. اما نام شرشم میخواهی فکر باشه. میکند که ولی اونهایی که این حریم ملی رو قبول دارن و وارد این حریم میشه، یعنی به تعبیر دیگر نظام سیاسی رو قبول میکنه، ولو با هر اعتقادی باشه و با هر ایدولوژی هم باشه، اونها هم بالاخره چون در حریم ملی هستن و نظام سیاسی رو قبول کرده، قانون اساسی رو قبول کرده، اونا رو نمیتونیم ما دشمنان مردم افغانستان بگیم. یعنی هر چی میتونیم بگیم، ولی نمیتونیم دشمنان مردم افغانستان. دشمنان مردم افغانستان کسانی هستن که هیچ حرمتی به مردم افغانستان، به نظام سیاسی افغانستان، به قانون اساسی و به حریم ملی قائل نیست و اینا رو مورد تعرض قرار میدن. اما فکر نمیکنید که این خواست از مردم بر حمایت نیروهای امنیتی افغانستان اگر زمان صورت میگرفت که تعریف مشخص از دوست و دشمن میبود مؤثرتر واقع میشد؟ خب بله، این مسئله باید میشد، در گذشته هم باید میشد و از این به بعدم باید. همینطور که ما مثلا میگیم که نیروهای امنیتی مسئولیت های سنگینی در دوشش است، مردم هم مسئولیت های مضاعفی را در دفاع از وطنشان الان باید در به دوش بگیرن. به همون پیمانه حکومت افغانستان، حکومت وحدت ملی و سیاست مداران افغانستان هم باید مسئولیت های بسیار سنگینی را به دوش داشته باشه. یکی از عمده ترین مسائل همین شفاف بودن قضیه است که اصولا ما با کی طرف هستیم، دشمنان ما کی هست
و اونهایی که به اینا باید خطکشی شوه، اینا باید روشن شوه. این یکی از مسئولیت‌های مقامات حکومت افغانستان است. این مسئله برمیگرده به سیاست، به سیاست حکومت افغانستان و برمیگرده به مسئولیت‌های دولت افغانستان که دوستان مردم رو از دشمنان مردم افغانستان جدا بکنه. و من به صورت مشخص همون چارچوب کلیش رو گفتم، حریم سیاسی، حریم ملی، نظام سیاسی، قانون اساسی، اینها مسائل خط قرمز ماست. هر کسی که به اینها تعرض بکنه دشمنان مردم ماست. تشکر. و هر کسی که به اینها احترام بگذاره ولو با هر ایدئولوژی باشه، ما اونا رو نمیتونیم دشمن بگیم. اونا رو میتونیم مخالف سیاسی بگیم، اونا رو میتونیم هر چیز دیگه نام بگذاریم، ولی نمیتونیم بگیم دشمن. چرا؟ به خاطر که حریم ملی، قانون اساسی، نظام سیاسی و ارزش‌هایی را که خلق شده اینا را قبول. تشکر. آقای مجروح، رئیس جمهور غنی گفته که نیروهای امنیتی افغانستان به حمایت جامعه جهانی نیاز داره. میخوام این فصل تازه که شروع شد سر از امروز به مانند همون حمایت 13 ساله باشه یا حمایت ها باید تغییر کنه و واقعا باید حمایت صورت بگیره؟ خب ببینید، حمایت جامعه جهانی از افغانستان به چگونگی نیازمندی های افغانستان و به چگونگی سیاست خارجی افغانستان و به چگونگی خود راهبرد داخلی افغانستان هم بر میگرده. در گذشته خب حضور نیروهای خارجی در افغانستان یک حضور جنگی بود، اما امروز یک حضور حمایتی، مشوره‌دهی و تجهیز هست. وقتی ما میگیم حمایت کار داریم، سه چیز در میخواییم. فیصله هم همیست. اول باید نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تجهیز و تسلیح شوند با اون چی که نیازمندی هایشان برای دفاع مستقلانه است. دوم باید مشوره های نیک برای چگونگی مبارزه با حراس افغانی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان داشته باشند. سپس حمایت بکنند این پروسه را. این پروسه را از جهات مختلف حمایت بکنند. پروسه انتقال را یا اینکه نیروهای امنیتی افغانستان پروسه بعدی را. پروسه انتقال تمام شد. بله. پروسه بعدی، پروسه چگونگی دفاع مستقلانه از افغانستان. اما بحثی که اینجا مطرح میشه که چی قسم نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان میتونه از تمامیت ارضی افغانستان دفاع بکنه و افغانستان تامین امنیت بکنه، این مربوط به سیاست های کلی دولت جمهوری اسلامی افغانستان هست. چرا؟ رئیس جمهور من حیث سرقومندان اعلی قوای مسلح افغانستان ایفا وظیفه میکنه. در گذشته ها شما ببینید یک نفر در مقابل جنفشانی نیروهای امنیتی افغانستان مقاومت میکرد و سپس دستگیر میشد. در این راستا ما شهید و مجروح هم میداشتیم، اما سپس با واسطات تعدادی از افراد میامد از بند راه میشد. این انگیزه جنگ از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان میگیره. یک موضوع. موضوعی دیگر بیتفاوتی حکومت در مقابل خانواده های شهدا و در مقابل معلولین و مجروحین جنگی بود. اگر حکومت افغانستان تعریف درست از دوست و دشمن نداشته باشه، وقتی پلیس و اردوی افغانستان میخواهد در باکت بجنگه، بعد بدانه که دشمن ما کی هست، دوست ما کی هست، این فرق بکنه، که تا حال چنین چیزی نبوده. تا حال به صدها مرتبه دشمن اسیر شده و دشمن رها شده. به این معنی است که سیاست درست وجود نداشته. ما بر شما یک مثال بسیار زنده میارم. سه روز قبل یکی از قماندانان بسیار فعال پلیس که سال گذشته توسط من مجروح شد و از نواحی کمر قطع نخاع شد و فعلا در بستر بیماری افتیده است، این بر من زنگ زد و گفت که میخواستم دکتر برم ولی پول تداوی خود نداشتم. بله. شما قبول بکنید که یک روز و یک شب اصلا مرد هر چی میکردم که بتونم به نوی خود تسکین بکنم، تسکین نمیشدم. که یک کسی که قهرمانی میکنه، جن فشاری میکنه برای دفاع از ملت و دفاع از این کشور معلول میشه و با خانواده خود در بی‌سرنوشتی زندگی میکنه، این انگیزه جنگ از پلیس و از اردو میگیره. اما فکر میکنید این همه مشکلات پس از این ختم شود؟ ما خب این میرسانه به اینکه سیاست حکومت ما چی خواهد بود. اگر حکومت یک سیاست درست داشت، اگر رئیس جمهور و رئیس اجرایی واقعا توانستند یک راهکار درست برای مبارزه و برای امنیت افغانستان تدوین کردند و به تصویب شورای ملی افغانستان رساندند
و این دوست و دشمن تعریف شد، حقوق بازماندگان و شهدا تعریف شد، حمایت از کسایی که قربانی جنگ هستند تعریف شد و از اینا حمایت صورت گرفت، یقیناً که انگیزه بیشتر پیدا میشه، حمایت مردمی بیشتر میشه. مردم میدونه که امی اولادش وقتی که در جنگ و جبهه شهید و معلول میشه، کسی هست که از او در واقع حمایت بکنه. کار را که آقای کرزی نکرد باید کار را که آقای کرزی نکرد و من این میخوام بگم که مردم هنوز هم افتخارانه در کنار از حکومت ایستاده هستند. امشب در اخبار ما دیدم سه چهار فامیل شهدای عزیزی که در این نزدیکی ها شهید شده بودند در مقابل با دشمن، و اینا میگفتند یک از افتخارات زندگی ماست که اولادشان قربانی شده و به این قربانی افتخار میکنند. این افتخار بسیار بزرگ است که حکومت چگونه میتونه از این دلگرمی مردم و از این حمایت مردم استفاده درست باشه. اما هرگاه سیاست مشخص و سیاست درست نداشته باشه، فکر نمیکنید این همه حمایت ها آهسته آهسته کنار میره و از بین میره؟ حتما حمایت ها کم خواهد شد، رنگ خود خواهد باخت، انگیزه زیاد برای پلیس و اردو وجود نخواهد داشت و پلیس و اردوی ما با چالش ها و مشکلات بیشتر روبرو خواهد شد. تشکر آقای مجروح. بیننده های عزیز، وقفه داریم، پس از وقفه برنامه نگرش همچنان ادامه داریم. بعد از برنامه نگرش خوش آمدید. آقای ناطقی رئیس جمهور غنی امروز گفته که در 13 سال که گذشت مشکلات وجود داشت. از این رو نیروهای امنیتی افغان با نیروهای خارجی که در افغانستان مستقر بودن عملیات ها را انجام میدن، اما پس از امروز این عملیات ها تنها و تنها منحصر به نیروهای امنیتی افغان میشه. سوال می خوام این گونه مطرح کنم، آیا اون مشکلاتی که در 13 سال وجود داشت اون برطرف شده یا خیر؟ جنگ برطرف نشده. یعنی جنگ کماکان سر جای خود باقی هست و تروریسم بالاخره جان مردم را میگیرد. جنگ سر جای خود باقی هست، اما عرض کردم که جنگ در افغانستان تداومش بستگی داره به عوامل داخلی، عوامل بومی، منطقه‌ای و جهانی. بله، ما باید این عوامل رو پیدا بکنیم که خب الان نیروهای بین المللی رفت دیگه، ما بحثی نداریم. الان در 13 سال گذشته خب جنگیدن، چیکار کردن، موفقیت داشت نداشت، اون بحثایی است که خودی از اونها میدونه و بالاخره بحثای زیادی در اون رابطه است که شما در طی این 13 سال چی کردین. دو تا منطق مطرح است. یک منطق اینه که اینا موفق بوده در طی 13 سال. بله. منطق مسلط حاکمی پایتخت های اروپایی و امریکا همینه که ما رفتیم در افغانستان، این موفقیت ها رو ما به دست آوردیم. اما منطق را که کارشناسان افغان داره چیست؟ اما منطق دیگه همینه که نه، اینا اهدافی را که از اول، یعنی در سال 2001 اینا در به اصطلاح طراحی کرده بودن، به اون اهداف مهندسی شده اینا نرسیدن. کماکان جنگ سر جای خود باقی هست و خطراتی که جامعه افغانستان را تهدید میکنند سر جای خود باقی است. عرض کردم که دو تا منطق در اینجا هست. در پایتخت های کشورهای اروپایی یک منطق این است که دستاورد داشته بوده، منطق دیگه هم هست که چیزی به دست نیامده. ولی به هر ترتیب مسئله مهم در اینه که خب الان نیروهای بین المللی رفتن از افغانستان و مسئولیت ها همونطور که اشاره کردین، مسئولیت ها به دوش مردم افغانستان در مرحله اول، چون سربازان اردوی ملی و نیروهای امنیتی ما اولاد این مردم هستن. بله. خب مسئولیت به دوش مردم قرار گرفتن و مسئولیت به دوش نیروهای امنیتی قرار گرفتن. بنابراین ما باید الان نگاه بکنیم که چی پتانسیل هایی در اختیار ما داریم، یعنی چی ظرفیت ها و توانایی های هستن که ما از اونا باید استفاده بکنیم در مقابله با تروریسم. قبلا مشترکاً کار میکردیم، حالا مستقلاً و منفردن. یک نکته را خدمت شما باید عرض بکنم، مسئله اینه که تروریسم به اون معنایی که به نظام سیاسی ما رو تهدید بکنن نیست، به هیچ وجه به این معنا نیست. با چه معناست؟ این عرض میکنم اونها نظام سیاسی ما رو از بین برده، به این معنا که اونها قادر نیست، نه در گذشته و نه در آینده، به هیچ وجه اونا قادر نیست که نظام سیاسی افغانستان را از بین ببره. اما همین تروریسم که قادر نیست نظام سیاسی افغانستان از بین ببره، هر روز از مردم افغانستان قربانی میگیره. قربانی میگیره. این حرف شما رو ما قبول داریم. اونها قربانی میگیره، اونها در تاریکی میجنگه، اونها نیروهای به اصطلاح تاریکندیش هستن که در ظلمت و تاریکی و در سایه با ما میجنگه، بچه‌های ما را از بین میبره. این مسئله هست. اما این که
بالاخره بیاد تروریسم مسلح نظام سیاسی ما را از بین ببره و ارتش و اردوی ما را از بین ببره و بالاخره ارزش هایی که مردم افغانستان آفریده ای را بسوزانه و از بین ببره، این مسئله را هیچ کس قبول نداره. مشخصا بالا جواب بریم، آیا مشکلاتی که در 13 سال وجود داشت اون حل شده؟ بفرمایید. ببینید، یعنی ما این نکته که اونها قادر نیست نظام سیاسی، بنابراین نیروهای امنیتی ما و مردم افغانستان در اینجا ابتداءاً باید به عوامل بومی و داخلی خود که عبارت است از وحدت سیاسی، یک پارچگی ملی، عبارت است از دفاع مستقلانه و متحدانه از وطن، یعنی ما امکان داره با هم اختلافات زیاد داشته باشیم، ولی در ارتباط با مسئله مبارزه با تروریسم و مسئله افغانستان باید تمامی نیروهای ما و تمامی طیف‌های اجتماعی ما، هم از جامعه مدنی، جامعه زنان، نیروهای سیاسی، احزاب سیاسی، اردو، پلیس، حکومت ما، رهبران سیاسی ما، همه باید یک دست و یعنی یک در مقابل باشه. منافع ملی همه باید همه یک دست شوید، یک صدا داشته باشه، بله. چند صدا نباشه. بنابراین مسئله وقتی مصالحه هم پیش میاد باید صدای واحد ما داشته باشیم، وقتی مبارزه با تروریسم باید اینا پتانسیل های ملی ما هستند که اگر ما اینا رو داشتیم، و البته محور همه از این مسائل حکومت وحدت ملی است که در این محور تمام این به اصطلاح در مرکز این قدرت همه نیروهاست که میچرخه، یعنی این دایره یک مسئله. مسئله دومی که اینجا وجود داره علاوه بر عوامل بومی و ملی، عوامل منطقه‌ای و بین المللی هم ممد همین حرکت ما هستند. به این معنا هست که کشورهای منطقه باید بفهمه که جنگ و خونریزی در افغانستان و بی‌ثباتی در افغانستان به معنی اگر افغانستان آتش زده میشه اونا هم در امان نخواهد بود، و برای این اساس اونا هم الان خوشبختانه متوجه شدن، کشورهای منطقه نشستهای شانگهای و نشستهای دیگری که صورت گرفتن دال مرکزی است برای اینکه کشورهای منطقه هم متوجه این نکته شدن که باید با حکومت افغانستان، حکومت وحدت ملی همکاری صورت بگیره، و اونها گفتن متحد شدن برای اینکه ما باید مبارزه واحد و مشترک را علیه تروریسم داشته باشیم. در سطح بین المللی هم که مشخص است تعهدات مالی به نیروهای بین المللی کماکان سر جای خود باقی هستند. اونها در سه حوزه گفتن ما به نیروهای امنیتی افغانستان کمک میکنیم که میکنه، چرا؟ به خاطر از اینکه منافع مشترک همین حمایت های مشترک را لازم داره. تشکر. آقای مجروح، رئیس جمهور امروز در سخنرانی خود گفت که حلقه خبیثه به نحوی از آنها نظام بین المللی را به خطر مواجه کرده بود. اون حلقه خبیثه را که رئیس جمهور به او اشاره کرد چه بود؟ خب یقینا حلقه خبیثه بحث سر تروریسم بین المللی است که بله، جهان به خطر مواجه کرده بود و رئیس جمهور گفت که ما در خط مقدم جبهه قرار داریم، اگر ما آرام نباشیم هیچ جای جهان آرام نخواهد بود. یاد ما از صحبت های خدا رحمت کنه قهرمان ملی افغانستان میاد که در بهار سال 1380 درست این حرف رو گفت برای جهان، که هنوز جهان در خواب خرگوشی به سر می برد که دیر یا زود تروریسم به خانه های شما هم میرسه، که چنین هم شد. خب افغانستان در خط مقدم جبهه قرار داره، اگر افغانستان نارام بود جهان هم نارام هست، در این شکل نیست و جان این موضوع رو میدانه، و یقینا حرف رئیس جمهور مربوط میشد به هشدار برای کشورهای جهان از جانب خطری که از جانب تروریسم بین المللی رو تهدید میکنه. بله، این که تروریسم و یامو حلقه خبیثه که شما به روش اشاره کردین و رئیس جمهور هم اشاره کرد بالاخره جهان تهدید میکنه، از طرف دیگر گزارش های یکی از آن است و مقامات حکومت افغانستان هم گفتن که امین تروریسم در یکی از کشورهای همسایه ما مشخصا اگر نامش بگیریم پاکستان در اونجا وجود داره. فکر میکنید این گفته های رئیس جمهور افغانستان که امروز گفت تا چه اندازه جامعه جهانی را با هم یک جا میسازند تا بالاخره بر پاکستان واقعا فشار وارد کند تا در از بین بردن تروریسم صادقانه پس از این کار کنه؟ خب از یک طرف خب ما میدانیم که جهان متوجه از این قضیه هست که تروریسم در کجا نطفه گذاری شد، در کجا تجهید و تمویل شد، در کجا همی حال تقویه میشه و چه قسم امنیت جهانی رو تهدید میکنه. او از ما بهتر میدانن جهان همه. اما یکی سیاست های خام 13 ساله افغانستان نتانست که جهان قانع بساده یا جهان متوجه افغانستان باشه بساده که افغانستان مورد
توجه بیشتر جهان در مقابله با تروریسم و عرب افغانی قرار بگیره. افغانستان یک سیاست پخته در قبال قضیه جهانی نداشت و پاکستان که مادر تروریسم هست، جهان هم این را میدانه، خب به نحو مورد توجه جهان هم بیشتر قرار داشت که او با بحث های کلان منطقه‌ای و جهانی خود داره. بحث را جهان این را خوب میدانه. حکومت افغانستان هم بارها و جهان این موضوع را مطرح کرده اما نتونسته که ثابت بسازه. نخواستن که اونا بدانند که چنین چیزی هست. اگر یکی است که یک شخص میدانه، یکی است که یک شخص قناعت میکنه. کشورهای جهان همه میدانند که تروریسم در کجاست، ولی قانون قناعت نکردند که بله همین حرف حکومت افغانستان راست است و تروریسم در فلان جا است. به خاطر اهمیتی که پاکستان برای بسیاری از کشورهای قدرتمند جهان در سطح منطقه داره، نخواستند که این موضوع را قناعت بکنند. بله آقای مجروح، شما از سیاست خام 13 ساله یاد کرده، چقدر باور دارید که حکومت وحدت ملی دنبال را به مون سیاست خام نباشه؟ با توجه بر این مسئله که ما شما از سه ماه، حدود سه ماه میشه که هنوز کابینه نداره، تا هنوز خطوط اساسی افغانستان مشخص نیست و هنوز هم ما شما داد از این میزنیم، تا هنوز تعریف مشخص ما شما از دوست و دشمن خود نداره. خب بنابر تجاربی که هر دو رهبر از حکومت 13 ساله آقای کرزی داشتند و خودشون هم یک مدت در همون ترکیب بودند، اینها شعارهای انتخاباتیشون اگر متوجه باشین، مسئله اصلاحات، همدیگر پذیری، ایجاد تحول و تداوم بر ارزش‌هایی که در 13 سال افغانستان داشته در بعضی از عرصه‌ها، امی شعارهای خود اینا وفق داده بودند به نیازمندی های فعلی جامعه افغانستان. می دانستند که مردم افغانستان به سطوح آمده از سیاست های خام حکومت آقای کرزی، پس بدین معنا بود که اینا این شعارهای خود و اهداف خود را به می قسم ترتیب کرده بودند. اینها باید بدانند که اگر سیاست آقای کرزی پخته می بود، تو افغانستان یک حال روزگار بهتری می داشت. بله. پس باید اینا یک دیگرگون بکنن وضعیت افغانستان، اصلاحات به وجود بیارن، اصلاحاتی که به خیر افغانستان و مردم افغانستان باشه، ادامه بدن به رایی که ارزش هایی که به دست آمده و ارزش ها از دست نره. این مثل آزادی بیان، آزادی رسانه ها، انتخاباتی چیزهایی که به عنوان ارزش ما و شما اونها رو میشناسیم، اینا رو ادامه بدن، یک دیگر رو بپذیرن. که متاسفانه میبینیم که هنوز هم به مو شعارهای خود اینا عمل نمی کنند، هم دیگر پذیری متاسفانه کمتر شده. اگر کمتر نمی بود خب حداقل تا حال ما بیش از سه ماه می گذره، شما می بینید که بیشتر ادمی رسانه ها از کدام بنا به صد روز نخست و صد روز اول و همین چی های برنامه های رو به خود ساختن، اما شما بعد از اینکه صد روز تکمیل شوی می خواید چی بگه به مردم افغانستان؟ که صد روز اول شما شاهد چی تحول و دیگرگونی در افغانستان؟ آقای مجروح، شما شعارهای دوران انتخابات یا کمپین های انتخابات یاد کردید، دقیقا در روز زمان هر دو شخص، رئیس جمهور و رئیس اجرا، پلان 100 روزه داشتن، اما متاسفانه اینا در حدود 100 روز موفق نشدن که کابینه خود ایجاد کنند. با توجه به این مسئله فکر میکنید که پس از این اینها بتونن واقعا با تروریسم مبارزه جدی کنن؟ ما اگر بخواهند میتوانند، اگر نخواهند نمیتوانند. بدین معنا که اگر قرار بر این باشه که اینا سر یک وزیر چون زنی از اینا سه ماه دیگه دوام بکنه، با سر والی و قنسل و سفیر و موین همچنین، و من مطمئن هستم که اینا یک کمک وضعیت بیدر شد، شاید سر ولسوال و یک رئیسی دارم چنین کشمکش های بوجود بیاید. اگر خواسته باشند اینا عمر پنج ساله حکومت خود را با همین کشمکش ها و پایان برسانند، که مطمئن باشند که نیم مبارزه با عرب افغانی به وجود خواهد آمد و نی حکومتداری خوب، نی مبارزه با فساد، نی مبارزه با تروریسم و ببخشید با مواد مخدر، و نی هم مردم افغانستان یک زندگی بهتر برخوردار خواهند شد. اما اگر اینها خواسته باشند که برای مردم افغانستان هم کمک بکنند، خدمت بکنند، حکومتداری خوب به وجود بیارند، بهترین راه اینه که هر دو رهبر با توجه به مشکلاتی که فرارای افغانستان و مردم افغانستان هست، هنوز که اعتماد مردم هم سلب نشده، هنوز که کاسه صبر مردم لبریز نشده، هنوز که مردم به اقدامات مدنی دست نزدن در قبال یار دو رهبر، اینا کوشش بکنند که نقطه پایان بگذارند با اختلافات درونی خود. بله
آقای ناطقی امروز رئیس جمهور گفته که افغانستان کسی نمیتونه به تنهایی غرق کنه، یا یک جا غرق میشویم یا اینکه همه به یک جا به ثبات میرسیم. دقیقاً اشارش برای کشورهای منطقه بود. فکر میکنید این سخنان رئیس جمهور چه پیام جدیدی را برای کشورهای منطقه به خصوص کشورهای همسایه ما داشت؟ ببینید پیام هست، واقعا هم مسئله جدی هم هست، به خاطر از اینکه اگر چنانچه کشورهای منطقه با حکومت افغانستان، حکومت وحدت ملی همکاری صادقانه نکنه و سیاست‌های کجدار و مریض را ادامه بده، شک نداشته باشیم برای اینکه آتشی که در افغانستان شعله‌ور شده و میشوه و اگر ادامه پیدا بکنه، این دامنگیری از اونا هم خواهد بود و میبینیم ما شواهی چره. و اگر بنا، چون اینجا برمیگرده به این نکته اساسی که ما هم منافع مشترک داریم و هم دشمنان مشترک داریم، بنابراین برای رسیدن به منافع مشترک باید ما با دشمنان مشترک یک جا کار بکنیم. اما یکی از کشورهای منطقه است که از این دشمن مشترک همیشه تغذیه میشه از طریق مبارزه با این برنامه اینها. این تفاوتی که در ارتباط با سیاست های گذشته و سیاست های حکومت وحدت ملی آدم احساس میکنه اینه که الان تنش زدایی شده. در گذشته ما با کشورهای منطقه و این مسائل نداشتیم، تنش زدایی نشد. الان گام های بسیار خوبی در جهت تنش زدایی برداشته شده. در گذشته ما با غرب مناسبات دوستانه نداشتیم، خصوصا در اواخرش. آره، و در اواخر یک مقدار تنش ایجاد شده بود، ولی گام های بسیار مهمی برداشته شد در این جهت که الان روابط و مناسبات خصوصا با امضای پیمان موافقت نامی امنیتی و اینا و همونطور نشست هایی که در منطقه صورت گرفته، گروه شانگهای و از طرف دیگه هم تروریسم الان تبدیل به یک بلایی شده که دامنگیر همه هم هست. روی از این جهت اگر بنا شنا که ما بخوایم منافع مشترک رو تعریف بکنیم و حفظ بکنیم، باید برای رسیدن به منافع مشترک باید با دشمنان مشترک یک دست و یک پارچه کار بکنیم. اگر بنا شنه که این کار نشوه، یعنی ما غرق شویم خود دیگرام غرق میشه. چرا؟ دلیل مسئله اینه که یک پیوند ارگانیک بین افغانستان و بین کشورهای پیرامونی وجود داره. اینطور نیست که افغانستان یک تفته جدا بافته باشه که اینجا اگر این مردم غرق شد دیگرام چیه؟ دیگرام اونجا در ساحل نجات. اینطوری نیست. و اونانی که از موجودیت تروریسم در منطقه شون بالاخره در جغرافیشان امتیاز میگیره، فکر میکنید به حرف رئیس جمهور توجه کنه؟ ببینید مثلا منافع مشترک است. اونا هم منافعش ایجاب میکنه بر اینکه در مبارزه با تروریسم با افغانستان چه یک جا کار بکنه و این مسئله قابل درک است فعلا برای پاکستان، برای کشورهای منطقه. و مثلا عربستان سعودی یکی از کشورهایی بود که در گذشته بارها از آنها خواسته شد که شما در مسئله صلح با ما همکاری بکنید، ولی اونچنان گوش نمیکرد. ولی در همین سفر اخیری که رئیس جمهور داشتن قبل از نشست شانگهای، مقامات عربستان سعودی خیلی علاقمند بودند که در جهت صلح و مبارزه با تروریسم گام برداره. در ارتباط با پاکستان هم که شما شاهد هستین، میبینیم که یک نوع تنش زدایی ملموس و محسوس دیده میشه و این البته گفتم آغازی است، ولی یک آغاز خوبی هم هست و این مسئله بسیار بسیار مهم هست، چون تروریسم تبدیل شده به یک خطر منطقه‌ای و جهانی، بنابراین ایجاب میکنه برای اینکه یک دفاع مشترک منطقه‌ای و جهانی باشه. و برای همین اساس است که افغانستان، من فکر نکنم در این قضیه تنها بمانه و تنها هم نیست. بله، آقای مجروح، آقای غنی گفته که افغانستان اگر تروریسم را مهار نکند، هیچ آمریکایی و هیچ اروپایی مسئول نخواهد بود. از طرف دیگر حضور یکی از اهداف حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان یا در کل ناتو در افغانستان از بین بردن تروریسم در منطقه بود. خب سوال میخوام این گونه مطرح کنیم که با چی میکانیزم ما شما میتونیم مردم افغانستان، مردم منطقه و در کل جهانیان را از شر تروریسم ما شما حفظ کنیم؟ ما او توانایی رو نداریم که جهان ما از شر تروریسم به تنهایی حفظ بکنیم. حرف رئیس جمهور غنی واقعا حرف جالبه بود. اگر بچه افغانستان با انگیزه ای که داره، تاریخ افغانستان یک تاریخ بسیار پرفراز و فرود است و میتونه که جغرافیای سیاسی افغانستان یک جغرافیای منحصر به خود هست. انگیزه مردم افغانستان هیچ گوشی از جهان نداره. اگر این مردم با این جغرافیای سیاسی نتونست تروریسم مهار بکنه، هیچ کس در جهان نمیتونه مهار بکنه، چنانچه که نتونست مهار بکنه. بله. اما در این راستا افغانستان حمایت و کمک جهان نیاز داره. این حرف رئیس جمهور غنی بدین معنا بود که ما در خط اول یا
یا در خط مقدم جبهه قرار داریم و ما اگر نتانیم با تروریسم مقابله بکنیم شما هرگز نمیتونید مقابله امین مقابله با چه میکانیزمه؟ خب میکانیزم مقابله با تروریسم یک برنامه بسیار کلان هست و ای باید مدون شوه، ای باید سرد کار صورت بگیره و امی که وقتی ما میگیم سیاست دوست و دشمن باید در افغانستان تعریف شوه، دشمن باید بر دفاع مختلف دستبندی میشه که چی گونه دشمن هست برای ما و باید به طور کل و واحد دشمن هست. اما افغانستان ای برای پس برمیگرده به خود آقای دکتر اشرف غنی که چی گونه میتونه یک پالیسی درست تدوین بکنه تا ما بتانیم به شکل درست با اعراض افغانی و تروریسم مقابله بکنیم و جهان چگونه بتانه ما حمایت بکنه و کمک بکنه. بله، کار را که در 13 سال رئیس جمهور نکرد و حمایت جهانی را به خاطر مبارزه واقعا جدی در از بین بردن تروریسم نتانست منسجم بسازه، فکر میکنید پس از این حکومت وحدت ملی بتانه این کار را کنه و نظریه و مفکوره جهانیان را در از بین بردن تروریسم یک جا بسازن؟ خب ببینید، از هر جایی که انسان از اشتباه دور بزنه به نفع هست. وقتی افغانستان از اشتباه دور میزنه و کاری که طی 13 سال گذشته انجام شده ما میدونیم که به نفع افغانستان و منافع ملی افغانستان نیست، ما یک دفعه میخواهیم یک سیاست دیگه رو پیش بگیریم تا به خیر و منفعت افغانستان تمام شود، می به نفع افغانستان هست. و هرچند مشکلزا هست، هرچند یک وقت یک زمان در بر میگیره، اما مطمئن هستم که اگر رهبران حکومت وحدت ملی امو توانایی تدبیر و ظرفیت خود به خرج بدن، امید درایت از اینا در همین مقطع از زمان ثابت میشه که واقعا امید درایت و مدیریت و هنر مهار توریسم در افغانستان دارن یا ندارن. اگر نداشته باشن خب فرق بین از اینا و حکومت گذشته چی شد؟ همون آش است و همون کاسه. این امید تدبیر آقای اشرف غنی من حیث یک شخصیت دانشمند جهانی در همین معلوم میشه و تدبیر دکتر عبدالله من حیث یک شخصیت دانشمند و یک شخصیت با تجربه و با اینمی تحولات سیاسی چند دهه اخیر افغانستان در همینجا معلوم میشه. ما در آخر میخوایم بگویم که اول از تمام مردم بزرگ افغانستان و سپس از به طور خاص از مردم شریف و نجیب ولایت هرات خواهش بکنم که در این مقطع اساس مسئولیت شما از گذشته بیشتر هست. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به هر گونه کمک و همکاری شما ضرورت دارند، چرا که فرزندان شما هستند. و به نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان هم میگم که خدا با شماست، مردم افغانستان با شماست و دعای مردم با شماست و شما حتما در این مبارزه پیروز شدین. تشکر هست. آقای ناطقی، حرف آخر 20 ثانیه بفرمایید. حرف آخر اینه که حکومت وحدت ملی به معنای واقعی کلمه دیدگاه های واحد داشته باشه، کابینه را درست بکنه و مبارزه هماهنگ و منظم با تروریسم و مسئولیت هایی که به دوش از اینا گذاشته شده، این مسئولیت ها را به درستی انجام بده و مردم افغانستان پشت سر این حکومت هست. بنابراین ما امیدوار هستیم که موفق هستیم و هیچ گونه نگرانی هم وجود نداره. تشکر آقای ناطقی و آقای مجروح از حضورتان در بحث ما. برینده های عزیز تشکر از شما هم. تا برنامه بعد شما را به لایو نیاز می‌سپارم.